کازم با هزینه 1,200,000 افغانی 6 سال پیش این فارم مرغداری را در 2.5 جریب زمین ایجاد کرده است. اکنون در این فارم بیش از 2,000 مرغ وجود دارد. این دانش کم کیفیت، این مرغ بسیار مریض میشه. امیدی تلفات میده. دانش قیمت دیگه دوایش سم نیست. بسیار توانای زیاد میه. فهمیدی؟ فروشادش بعضی وقتا که هسته در توان است. فهمیدی؟ بازار پایین میه، نرخوایش پایین میه، توان میده. 2-3 ماه پیش تقریبا 4 لگ روپی توان کده میمی مرغا کلگیش در 25 روزگی کلگیش ریختم دور، کلگیش امبولانزا گرفت مریش. خاص با از همزی زراعت مالداری است که برای ما همی دوای مهیا کنه و دوای بدل وارد افغانستان نکنه و جلوگیری از صادر مرغ از پاکستان نکنه. اتحادیه فارمداران ولایت غزنی صنعت مرغداری را بدیل مناسب کشت کوکنار دانسته و از حکومت امارت اسلامی می خواهد که فارمداران را حمایت کند. بعد مخدر به حساب تاریک کش می شد که زهر بود در مردم ما. مردم ما را تکه تکه کده بود. مسئولین هر رقم چیز برایشان کشت و کار برایش گفته باشه. ما این را توصیه می کنیم که ما این کار را می فهمیم که مرغداری است. ما میگیم که همین مرغداری میتونه که یواز دو چند همین مواد مخدر کش کردنش بگیره، مگر در اینجا همین فرم استاندارد باشه. محمد ادریس حنیف رئیس زراعت و مالداری ولایت غزنی با پذیرش مشکلات فارمداران میگویند برای حل این چالش ها گام برمیدارند. څو وخت مخکې مې د دې لپاره یوه آموزشي برنامه لرله، ټول فارمداران هم راغوښتي وو او په راتلونکي کې هم ورته لرو. موږ یو ټیم لرو د زراعت د ریاست په کچه، یو ټیم جوړ کړی چې هغه وخت په وخت هم له فارمونو نظارت کوي او هم په بازار کې هغه د مرغانو هغه دانه یې هم ګوري، دوایی وی هم ګوري. نو وخت په وخت هغه ته یو ټیم ټاکل شوی د هغه تر دغه نظارت کوي. البته یوه ستونزه شته چې هغه خپله فارمداران هم کوم اصول او معیار چې موږ ورته تعین کړی د هغه کله کله دوی خپله تر پښو لاندې کوي چې دغه بیا د دوی د مالونو او د دوی د مرغانو د طلب سبب ګرځي. بر اساس آمارهای اتحادیه فارمداران ولایت غزنی در حال حاضر بیش از 500 فارم مرغداری در این ولایت وجود دارد. علی سلطانی، رادیو غزنویان، ولایت غزنی.